بار مالی 70,000 میلیاردی طرح کالابرگ الکترونیک از کجا تأمین می شود؟ سلام، توبا زکی‌پور هستم و در این برنامه دیدگاه شما را همراهی می کنم. بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دهک‌های چهارم و پنجم نیز مشمول طرح کالابرگ الکترونیک شدند تا شمار مشمولان این طرح به 48 میلیون نفر برسد. به این ترتیب اعتبار یارانه دهک‌های اول تا سوم به 520 هزار تومان و یارانه دهک‌های چهارم و پنجم به 420 هزار تومان می‌رسد. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی بار مالی اجرای این طرح را ماهانه 5.7 هزار میلیارد تومان و سالانه نزدیک به 70 هزار میلیارد تومان برآورد کرده. اما افزایش مشمولان طرح کالابرگ الکترونیک این پرسش را به میان آورده که منابع مورد نیاز برای این طرح چگونه تأمین خواهد شد. این پرسش و پرسش‌های دیگر ما را در این برنامه دیدگاه رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی پاسخ می‌دهد. آقای غیبی، این طرح کالابرگ الکترونیک در دو ماه اول خودش چند بار تغییر کرده؟ کمی بیشتر درباره این تغییراتی که انجام شده و دلایل اون برای ما بگید. بله، ببینید، ابتدا به ساکنین که به واسطه این جراحی اقتصادی که دولت ابراهیم رئیسی مدعی اون هست و سال گذشته دست به حذف ارز 4200 تومانی زد، قرار بود سال گذشته همزمان با این اتفاق حمایت بشه از دهک‌های ضعیف جامعه و موضوعی هم که مطرح شد همون کالابر یا کوپن الکترونیکی بود که قرار بود تا پایان بهار 1401 این در اقتصاد رونمایی بشه، نوع الکترونیکش کالابرگ کاغذی که پیشتر هم در زمان جنگ بود. ولی به واسطه نبود زیرساخت‌ها و مشکلاتی که دولت باهاش دست به گریبان بود، در نهایت با یک سال تأخیر دو ماه پیش این طرح رو اجرا کردن. به یک شکل کاریکاتورگونه ای از بسته های حمایتی قرار شد انجام بشه. در ماه اول توفیقی نداشت، اعلام کرد دولت که اون سقف 80 هزار تومانی رو که برای هر نفر در نظر گرفتن رو به 120 هزار تومان افزایش میدن که اون کار رو کردن و میزان حداقلی که باید خرج میکرد هر خانوار از یارانه ماهانه خودش رو کاهش دادن به 50% از 70%. تغییراتی بود که انجام دادن. وزیر کارم مشخصا دلیلش رو عدم استقبال مردم اعلام کرد، گفت چون مردم از این طرح استقبال نکردن، که مهمترین دلیل عدم استقبال مردم هم برمیگشت به این نکته که مردم اساسا نیازهای دیگری و اولویت‌های دیگری در زندگیشون بود که میتونستم از اون 400 هزار تومان ماهانه برای هر نفر در جای دیگه هزینه بکنن و مشکلات دیگر خودشون رو از جمله بحث مسکن رو رفع بکنن. بنابراین بحث کالاهای اساسی اون هم با کیفیتی که دولت داره بهشون میده در اولویت نبود، چرا که در نهایت 80 هزار تومان به ازای هر نفر میگرفتن یا همون 120 هزار تومانی که شد. در هر صورت اون عدد پول کیلو مرغ هم در اقتصاد این روزهای ایران نبود. به هر جهت ما رسیدیم در نهایت به این نقطه که اعلام شد مجددن شرایط اقتصادی به گونه ای است که 3 دهکی که مشمول دریافت بودن افزایش پیدا میکنن به 5 دهک. و اسفبار و فاجعه بارتر و تاسف بارترش اینه که الان میشه گفت بیش از 50% مردم کشور نیازمند دریافت بسته حمایت 120 هزار تومانی هستن برای گذران زندگی خودشون. این خلاصه ای از آنچه بود که اتفاق افتاد از سال گذشته تا امسال. خب در این شرایط این اقدامات حمایتی تا چه اندازه میتونه به بهبود وضعیت معیشت خانواده ها کمک کنه آقای غیبی؟ به نظر من هیچ تأثیری نخواهد داشت. گواه این ادعاهم همین عدم استقبال مردم هست که وزیر کار اشاره کرده که مردم استقبالی نشان ندادن، چون بسته‌ای که داره پرداخت میشه به ازای هر نفر مبلغ ریالیش 120 هزار تومان هست. اون هم عرض کردم در شرایط این روز اقتصاد ایران که مردم اساساً کالاها و خدماتی که دارن استفاده میکنن رو تا 7 برابر یک سال و نیم دو سال پیش خودش دارن پول بابتش پرداخت میکنن، از گوشت کیلویی بیش از 500 هزار تومان تا مرغ 100 هزار تومانی، همین 120 هزار تومان در نهایت هر گرم گوشت خواهد شد. بنابراین جذابیتی نمیماند برای اینکه مردم بخوان به سمتش برن. از اون ور بود و نبود این عدد هم در زندگی بخش عمده ای از اون 5 دهک که نزدیک به 50 میلیون شاید بشود تأثیر خاصی نخواهد گذاشت.
نکته دیگه‌ای که به اون اشاره میشه بحث چشمانداز مبهم اقتصادی آقای غیبی. به طور مشخص این ابهام در کدوم بخش‌های اقتصادی وجود داره و چه تأثیری بر همین دهک‌هایی که مشمول کالا برگ شدن میتونه بگذاره؟ ببینید ابهام اقتصادی ما اگر بخوایم از ابعاد کلانش اشاره بکنیم اینه که شرایط اقتصادی ایران که متأثر از عوامل بسیاری از سوء مدیریت گرفته حکمرانی بعد تا مسائلی که ذیل اینها تعریف میشن مثل تحریم و اون شبکه های مافیایی گسترده که در اقتصاد ایران حضور دارند، اینها اقتصاد رو به جایی رساندن که سرمایه گذار داخلی و سرمایه گذار خارجی هیچ امیدی به آینده نداره و در چنین شرایطی ما میتونیم بگیم کلان اقتصاد ایران یک تصویر مهالودی داره که هیچ چیزی در آن مشخص نیست. سرمایه گذار نمیدونه امروز اگر کسب و کار خودش رو و تولید خودش رو توسعه بده فردا چه چیزی در انتظارش خواهد بود، آیا توان بازگشت سرمایه خودش رو خواهد داشت، آیا امنیت سرمایهش حفظ میشه، یا حتی سرمایه گذار خارجی و باز داخلی که اگر بخواد برای اولین بار وارد این فضا بشه و سرمایه گذاری بکنه آیا هیچ تضمینی هست که فعالیتش به ثمر بنشینه یا منافعش حفظ بشه و ارزش پول و دارایی‌هاش حفظ بشه یا نه. در چنین شرایطی مطرح میشه که ما تصویر درستی نداریم و این نداشتن تصویر درست در نهایت باعث کاهش رشد اقتصادی میشه، باعث کاهش اشتغال زایی میشه، باعث افزایش بیکاری میشه، تورم رو به دنبال خواهد داشت و مسائل بسیار زیادی که تمام اینها در نهایت فشار اقتصادیش برمیگردد بر سبد معیشت خانواده ها، چه در بعد بیکاری چه در بعد تورمش. همه اینها بحث خانواده و اقتصاد خانواده تحت شعاع خودش قرار میده و اونها رو هم درگیر میکنه و این تصویر برای خانواده ها هم وجود داره. خانواده ها در شرایط رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی میتوانند تا چند سال خودشون رو، تا چند سال آینده خودشون رو از نظر زندگی برنامه‌ریزی، ارتقاء سطح کیفی زندگی خودشون برنامه‌ریزی بکنن، اما در چنین شرایطی افق دید اینها کوتاه میشه، از چند سال به چند ماه، از چند ماه به چند هفته و از چند هفته حتی به روز میرسه و ما امروز در ایران شاهد این هستیم که یک خانواده از نظر اقتصادی برنامه‌ریزی بیشتر از 24 ساعت نمیتواند بکنه، چون هر روز قیمت کالا و خدمات در بخش های مختلف از آموزش گرفته تا کالای اساسی دستخوش تحول میشه و این دقیقاً اون تأثیریه که روی خانواده ها و روی اون جامعه هدف میگذاره، این شرایط مهالود و مبهم اقتصاد ایران. گفته شده که این طرح سالانه 70,000 میلیارد تومان بار مالی داره آقای غیبی. با وجود این ابهاماتی که شما بهش اشاره کردید و ناتوانی دولت در تأمین یارانه های پنهانی مثل یارانه نان که منجر به افزایش قیمت نان شد، محل تأمین بودجه این طرح کجاست؟ این نکته اساسی اینه که در بودجه همچین چیزی پیش بینی نشده به این حجم و این در طول زمان در 5 ماهی که از سال گذشته ایجاد شده و این تصمیم گیری شده. در چنین شرایطی که دولت اساساً برای بنزین یارانه پنهان رو نمیتواند بدهد، اما معادل ریالیش رو و مشکلاتی که امروز در کشور شاهدش هستیم، یا در حوزه نان ناتوانی در پرداخت یارانه نان منجر به افزایش قیمت نان در بخش‌های مختلف شده و تمام کالاهای یارانه دیگر این شرایط رو دارن و افزایش قیمت رسمیشون رو شاهد هستیم. در چنین شرایطی اگه این روی کرده دولت و این حجم بار مالی که داره ایجاد میشه ممکنه برای یک سال امکان تأمینش باشه به واسطه اینکه دولت در بازارهای مختلف دستکاری میکنه، از ارز گرفته تا بورس یا حتی از طریق استقراض از بانک مرکزی، استقراض از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت یا دست بردن به صندوق ذخیره ارزی، راه‌های مختلفی براش وجود داره و در نهایت این بار عظیم مالی که بر دولت داره سنگینی میکنه تأمین خواهد شد، اما به چه قیمتی؟ قیمت اون هم افزایش کسری بودجه، افزایش تورم خواهد بود که این هم تبعات خودش رو باز بر بحث خانواده ها خواهد داشت. اشاره کردید که به هر حال و هر شکلی ممکنه که این طرح تأمین مالی بشه. اگر این طرح در واقع تأمین مالی بشه، اساساً اجرای اون چه هزینه‌ای رو به اقتصاد ایران تحمیل می‌کنه؟ به گوشه‌هایش اشاره کردید شما. بیشتر برای ما توضیح بدید که چه تبعاتی رو برای مردم به دنبال خواهد داشت.
ولی اقتصاد ایران رو در همون بحث کسری بودجه ما شاهدش هستیم. سالهای گذشته دولت‌ها به واسطه کسری بودجه دست در بازارهای مختلف از جمله ارز و بورس می‌برن. این تشدید میشه، یعنی افرادی که در بازار بورس فعال هستن ممکنه زیان‌های سنگین رو متحمل بشن، در بازار ارز ممکنه شاهد افزایش قیمت ناگهانی باشیم هرچه به پایان سال نزدیک میشیم. خود اینها ساختار اقتصادی کشور رو به هم می‌ریزه، ساختار حوزه تولید رو به هم می‌ریزه و اختلال ایجاد می‌کنه. ولی می‌خوام این رو عرض کنم که در نهایت اون مصرف کننده اگر قرار است 120 هزار تومان در ماه بگیرد، شاید این 120 هزار تومان در خوشبینانه ترین حالت یک ماه بتواند برخی از نیازهاش رو تامین بکنه. اما این رفتار دولت در حوزه پولی و بانکی که برای تامین بودجه این تر اتفاق میفته، در نهایت شرایطی رو رقم میزنه که بار تورمی و افزایش قیمتی که ایجاد میکنه حتی تا چند برابر اون 120 هزار تومان خواهد بود. پس عملا دولت در ظاهر 120 هزار تومان پرداخت خواهد کرد به ازای هر نفر، ولی به واسطه تأمین بودجه همون 120 هزار تومان رفتاری رو در پیش میگیره که 4 برابر 3 برابر اون رقم در ماه به همون خانواده تحمیل میکنه. جمع‌بندی نهایی هم اینه که دولت یک طرحی رو در دستور کار قرار داره که اجرا نکردنش یک داستان تلخه و اجرا کردنش 100 داستان تلخ داره و این میشه گفت که یک تیغ دولبه است که هر دو طرفش گردن معیشت خانواده ها رو خواهد مرید. بسیار سپاسگزارم از شما رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی. من توبا زکی‌پور از طرف خودم و رضا اکوانیان تهیه کننده این برنامه دیدگاه از همراهی شما سپاسگزارم.